اندونزی کشوری در آسیای جنوبی با بیشترین جمعیت مسلمان جهان به جهان نشان داده است که چگونه دین می تواند محرک قدرتمندی در جنبش محافظت از کره زمین در برابر بحران آب و هوا باشد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. اندونزی به شدت مستعد تاثیرات تغییرات آب و هوایی است و با طیف وسیعی از چالش ها از جمله سیل و خشک سلی و همچنین تغییرات دراز مدت مانند بالا آمدن سطح دریاها الگوهای تغییر بارش و افزایش دوام مواجه است این کشور به ویژه در فصل بارندگی مستعد رانش زمین و سیل است در دوازدهم می دست کم سی نفر پس از ساعتها باران شدید و سیل در جزیره سوماترا در غرب اندونزی جان خود را از دست دادند میگویند ایمان میتواند حتی کوههای سهمگین را جابجا کند در اندونزی مؤمنان مسلمان آسمان و زمین را به حرکت در میآورند تا از های شکننده محیط زیستی این سیاره محافظت کنند مسلمانان اندونزی از آموزه های دینی و قرآن درس میگیرند تا آنچه را جهاد زیست محیطی نامیده اند به نتیجه برسانند. این کشور آسیایی جنوب شرقی 13 درصد از جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده است که پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان است. در طول سالها این کشور با بلایای طبیعی شدیدی مواجه بوده که ناشی از بلایای فضاینده طبیعت و بحران اقلیمی است که جهان را ویران کرده است در این شرایط فعالان و دوستداران محیط زیست از جمله ائمه جماعات وظیفه حفاظت از طبیعت را وظیفه خود دانسته و در این مسیر قدم گذاشتند شورای علمای اندونزی بالاترین نهاد روحانی مسلمان این کشور نیز با صدور یک فتوا با فرمان مذهبی در اوایل سال جاری تمام اقداماتی را که باعث آسیب زیست محیطی و کمک به بحران آب و هوایی می شود حرام اعلام کرده است بر اساس ارزش های اسلامی انسان ها باید برای مراقبت و حفاظت از زمین اقدام کنند چرا که خلیفه خدا در این کره خاکی هستند تاکید قرآن بر مسئولیت بشریت به عنوان متولیان زمین بر عهده گرفتن سرپرستی محیط زیست به عنوان وظیفه مقدس تعریف شده است تابلوهای مساجد به نمازگزاران یادآوری می کند که در هنگام وضو که پیش نیاز قبل از نماز است در مصرف آب صرف جویی کنند و آگاهی روزافسون در مورد صرف جویی را برجسته می کند علاوه بر نهاد مذهبی و مردم دیندار وزارت آموزش و فرهنگ اندونزی نیز محیط زیست گرایی را به عنوان بخشی اساسی از تجربیات یادگیری دانش آموزان از سنین پایین دنبال می کند از طریق توسعه برنامه درسی مؤسسات آموزش اسلامی به ویژه مدارس شبان روزی برای ادغام آموزش زیست محیطی و شیوه های پایدار در برنامه های خود آغاز شدند. موضوعاتی مانند زیست شناسی، جغرافیا و مطالعات دینی به گونه ای طراحی شدند که موضوعات زیست محیطی را شامل شود. از آنجایی که آسیب های زیست محیطی دیگر یک موضوع عادی نیست بلکه به یک بحران آب و هوایی تبدیل شده است نمی توان به روش معمول به آن پرداخت در عوض باید با روحیه مضاعف همکاری بیشتر و اقدام مضاعف نسبت به آن احتمام داشت لذا این گونه اقدام ها برای این فعالان محیط زیست به نوعی جهاد زیست محیطی است